گروه طالبان حدود دو سال پیش با یک کودتای شبه نظامی دولت قانونی افغانستان را کنار زده و با سرنگون کردن آن قدرت را در دست گرفت این گروه در طول مدت با انحصار قدرت از ورود همه احزاب جناها و جریانهای سیاسی افغانستان به فرایند قدرت جلوگیری کرده و همچنان به تنهایی بر کرسی قدرت تکیه زده است همکارم هورا عبدالمجید گزارش می‌دهد. مؤسسه مطالعات جنگ در یک گزارش تازه گفته که ملا الله رهبر گروه طالبان در تلاش ایجاد یک تشکیل نظامی تحت امر مستقیم خودش است این مؤسسه گفته که این تلاش ها ممکن است نگرانی ها در باره انحصار قدرت توسط ملا را افزایش دهد و درگیری های داخلی این گروه را تشدید کند در این گزارش همچنین به برکناری هدایت الله بدری از وزارت دارایی طالبان توسط ملاحبت الله اشاره شده و گفته که این تصمیم ممکن است های جدیدی را در پایگاه سنتی حمایت از گروه طالبان ایجاد کند پیش از این رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان ادعا کرد که ملاحبت الله یک تشکیل نظامی چهل هزار نفری از افغان نزدیک به خود در قنده ها ایجاد کرده است. او گفته بود که در یک سال گذشته برای تأمین مصارف مالی این تشکیل نظامی حدود 60 میلیارد افغانی از وزارت دارایی گروه طالبان خارج و مصرف شده است. آقای نبیل افزوده بود که ملاحبت الله تجربه نظامی و جنگی ندارد و این نیروی چلزار نفری را پس از افزایش تنش ها و ایجاد فضای بیاعتمادی بین سران این گروه تشکیل داده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان این تصور وجود داشت که اعضای این گروه به دو جناح عمده طالبان قندهاری و شبکه حقانی تقسیم بندی می شود. اما با گذشت زمان مشخص شد که بندی های سمتی، قومی و قبیله ای در سطوح مختلف تشکیلات سیاسی و اداری این گروه وجود دارد. اختلافات داخلی این گروه نیز تا کنون باگ ای شده و از آغازین گوزهای تسلط بر افغانستان آشکار شد. ملاحبت الله در رأس حرم قدرت در تشکیلات سیاسی، نظامی و اداری این گروه قرار دارد. امور اداری، نظامی و سیاسی این گروه تا کنون بر اساس فرامین ملاحبت الله به پیش برده می شود و نه قوانین نافذ در افغانستان. علاوه بر این وزرا والیها سفرا و سایر مقامات این گروه نیز بر اساس فرامین ملاحبت الله مقرر و یا عزل می شوند. با وجود اینکه کابینه طالبان در کابل هر هفته تشکیل جلسه می دهد و مواردی را تصویب و تایید می کند اما بر اساس گزارش های مختلف نهادهای های بین مرکز تصمیم گیری در حکومت طالبان عملا شهر قندهار است. با توجه به این مسائل در چند ماه گذشته شماری از مقامات این گروه باگها به صورت علنی از آنچه که انحصار قدرت توسط ملاحبت الله خوانده می شود انتقاد کردند. هورا عبدالمجید اخبارشیه.